خب، بسم الله الرحمن الرحیم. ما شما یک روش از گروپ کار کردیم سیس دیگه. امروز بخیر، ما شما یک روش دیگه را هم کار میکنیم. او روش استفاده از کیوری است. پوینت گروپ را رایت کلیک و نیو انتخاب میکنیم. سایس نام گروپ باز به طور مثال اینجا بنچ مارک میماریم. سایس دسکریپشن نمیتیم. پوینت ستایل بنچ مارک انتخاب میکنیم. پوینت لیبل ستایل هم بنچ مارک انتخاب میکنیم. دیگه استفاده میکنیم از کیوری بایلر. صحیح شد؟ دین روز ما شما از چی استفاده کردیم؟ انکلود. امروز ما شما از کیوری بایلر استفاده میکنیم. کیوری بایلر چی هست این رسه؟ ببینین، اول باید ما شما مادیفای کیوری را انتخاب کنیم. صحیح؟ بعد از او در قسمت پراپرتیز رایت کلیک و انزرت رو انتخاب کنیم. صحیح شد؟ بعد از او اینجا دبل کلیک و از اینجا ما شما انتخاب کنیم که مثلا به طور مثال ما چی را انتخاب میکنم؟ را دسکریپشن انتخاب میکنم. صحیح شد نه؟ بعد از او در قسمت اپریتر مساوی و در قسمت ویلیو من نوشته میکنم بی ام، بعد از او علامه چی؟ ستاره. صحیح شد؟ حالا ما شما پوینت لیست میم فقط بنچ مارک های ما را ایجا آورد. صحیح شد؟ یعنی ما شما از کیوری هم استفاده کرده میتونیم، از کیوری هم استفاده کرده میتونیم. ما شما صحیح؟ چی کار میکنیم؟ باز براتون میگم کیوری بایلر رفته، مودیفای کیوری میگم. بعد از او رایت کلیک، انزرت راف و در قسمت پراپرتی را دسکریپشن انتخاب میکنیم. بعد از او در قسمت اپریتر مساوی و در قسمت ویلیو بی ام علامه ستاره. صحیح شد نه؟ مفهوم از چی است؟ مفهوم از این است که یعنی ما شما با سیبل 3D گفتم که نقاط را به ما در گروپ شامل بساز که نو که را دسکریپشنش به چی شروع شده؟ به بی ام شروع شده. فهمیده شد؟ نه اوجه اصلا به نامش که شروع شده بوده. نه اوجه معنی مسئله بود، را دسکریپشن بوده. With را دسکریپشن میچین، یعنی از اینجا میتونم اردو کمان یک چیز و از اینجا میتونم اینی مسئله است، منتها این روش دیگه ایش هست. اگر به طور مثال ما اینجا پاین نمبر انتخاب کنیم سیس و در مساوی بعد از اینجا نوشته کنیم مثلا 23، به این مفهوم که نقطه 23 را در این گروپ شامل بساز. اگر ما شما در اپریتر علامه بزرگتر از 23 را انتخاب کنیم، یعنی تمام نقاط که از 23 چی؟ فهمیده شد؟ تاست بپوش این رسه بانو در یک بل نویت در سیده. اگر با طور مثالی جنب شکر کنیم کوچکتر از انتخاب کنیم کوچکتر از از یک الا 22 کوچکتر گفتیم. سیس اگر ما اینجا انتخاب میکردیم که کوچکتر رو مساوی، باز خود 23 هم می آمد از یک الا 23. فهمیدین؟ خب دیگه چی کار میکنیم با شما؟ یک چیز دیگه متصاد همین بدایه داره مساوی به ندایه چیست؟ کدام؟ اینم یک بایی به اکوال است؟ یک بایی به اکوال است؟ یه انجرسی با اینو میگم حالا براتان. خیر دیگه دیجه ما شما چی داریم؟ ببینین مثلا یک چیزی باشه که به طور مثال ما دیجه نقاط خود یک چک میکنم. سیز نقاط خود ما چی رقم چک میکنم؟ اینجا نوشته میکنم نامش بزرگتر از مثلا یک باشه. خب ما اینجا میم نام خود نداریم، اونه پاین نمبر داریم. سیز پاین نمبر بزرگتر از یک باشه. پاین لیست میم تمام نقاط اینجا برای ما آورد. سیز خب ما دیجه به طور مثال هم میگم بنچمارک بیا و هم وال بیا، هم بنچمارک و هم وال. حالا ما چی کار میکنم؟ کیوری بایلدر آمده، از اینجا ما چی کار میکنم؟ انتخاب میکنم را دسکریپشن.
صحیح شد؟ در آپریتور نوشته میکنم مساوی و بعد از اینجا نوشته میکنم چی؟ بعد از اینجا نوشته میکنم بی ام علامه ستاره. صحیح شد نه؟ بی ام علامه ستاره. دیگه چی کار میکنم؟ اینجا سیت آپریتور اینجا رایت کلیک انزرت رو یک روی دیگه اضافه میکنم، اینجا دبل کلیک میکنم و چی انتخاب میکنم؟ اور. صحیح شد؟ و از اینجا را دسکریپشن مساوی اینجا نوشته میکنم که وال. یعنی من ایره دو حالت دادم، صحیح است؟ هم گفتم که نقاط که به بیم شروع شده او را برای ما بیار و هم آفرین اور نه، باید خصوصی اور باید انتخاب باشه. حالا ببینید اگر ما پوینت لیست بره ما هم بنچمارک ها را برای ما آورد و هم وال. تاسه پی پوش بید دو حالت مرتبه را کرکنه، اول مرتبه لیسه را دسکریپشن مساوی پا بی ام باندی، بی ام مرتبه لیسه را دسکریپشن مساوی پا وال باندی. اوز اغا نقطه سی هم پا شروع پا بی ام در غم را تخی یا اغا نقطه سی وال. اوز که یا گل مقارم کی دی؟ او، بلتا راست بیا رایت کلکو که انزرت رو، دیزا که بیا کلکو که مثلا اور انتخاب که، دیزا که فضا را دسکریپشن او دلتا مثلا نور تولی که پایپ اوز با ما تا دلتا گراس ما بی ام پایپ وال ندری وڑا تخی تا چلی اینجا اشتا؟ اند اور آفرین اند اور چا کار که خب؟ دی اند اور ترمایز تفاوت چیده داخل اصلا دی اکسس دار سر از اینو دی مربوط اکسس هست اکسس کم کیوری ویله داتا سه اکسس هم خوبه لایک کن اکسس مانده اکسس پروژه که نه پروگرام اکسس نه خودمی پروگرام مایکروسافت اکسس و دی یاس کل چیزا اینمی چیزا کلش هست اینمی علامه را که گفتی نه تعریف ان مساوی باشه این مساوی تعریف ان مساوی بزرگتر از کوچکتر از بزرگتر و مساوی کوچکتر و مساوی این کلش هست دوجا اور چی هست اند چی هست نات چی هست خوشونه در طول اصلا مربوط ده اکسس کی گورا کچیر ته اند انتخاب کی خیر زوید اند بیم در تو وکم کچیر ته اند انتخاب کی اند سمانا ور کی زدا غبه بر تر ڈیلیٹ کم صحیح ده نو انتخاب کم ڈیلیٹ میکم مونگا تا سر را ڈسکرپشن انتخاب کا مساوی بی ایم ورست لگنا مو اسٹیرک کرتا ور کا صحیح یعنی شروعش بچی باشا با بی ایم آل ما شما دیجا اند انتخاب کردیم اند صحیح شد و اینجا اگه حالت دیگه میتیم برش مثلا حالت دیگه چی برش میتیم فرضا نوشته میکنیم که پوینت نمبرش بزرگتر از اینجا نوشته میکنیم 6 یعنی همزمان هر دوی از این باید مد نظر داشته باشه یعنی نقاط را به من نشان بده که شروعش به بی ام شده و پوینت نمبرش از 6 چی است بزرگتر است شروعش به بی ام باشه پوینت نمبرش از بزرگتر است یعنی بی ام 1 بی ام 2 این را گفته نمیتونیم ببینیم آره مثلا با پوینت لیست میرم بی ام 2 3 4 یا را به ما آورد تا چی تا بی ام 11 را بی ام 1 نه آورد چرا به خاطر که پوینت نمبر از او چی بود 1 بود آفرین از 6 کمتر بود پوینت نمبرش 1 بود ما اونجا شرط گذاشتم نه که پوینت نمبرش از آره اگه ما بگیم که پوینت نمبرش مثلا از 200 بزرگتر باشه باز 4 و 3 و 2 نمبر ما نشون نمیده اینجا میگم که شروعش به بی ام شده باشه ولی پوینت نمبرش از 200 کمتر باشه آفرین بزرگتر از 200 باشه حالا اگه میجا بیا من نه 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 اند پوینت نمبر بزرگتر از 200 از 200 هیچ نگرفت آفرینا 200 نوشه میکنم این حال سیش پوینت لیست میره من بس بپوش بده ده اند او ده اور پا فرق مانده پوش بگه نه تاسه بی پونش بی خواهز باید تاعت دیاتا شده کن گورا کچیر تا منگا تاسه ورتا ویلی ویدز مثلا را دسکریپشن مساوی بی ام بیا مروست دی ستاری علامه ور کرده وی طول بیمونه روڑی طول بیمونه را تخی که دلتا مو ام داگا پاینت نمبر لوی لدو سوان انتخاب کرده وی مگر هم دیزای که مورتی لی ویدز اور نو دا با هم ما تا طول بیمونه روڑل او هم طول ها نقاط را ترولد زی لدو سوانه برای که بی ام و کنه و آفرین خو که زور تویم اچه اند دا مطلب و از دیده مطلب دا یعنی ما تا بیمونه را والا خو اند دا مانا ورکی خو هاگه بیمونه چه پاینت نمبر لدو سوانه جگده
جګ مرتبه ده جګ کوچنی کوچنی افر نو زګور کزه درته تویم چې کوچنی بیا دای ماته هغه بیمونه راوړیه چې له 200 نه کوچنی ده خپل ګروپ کې لګین شرط دي یعنی خپل په امداغه پاسنی کې بیا موږ یو شرط کې خود درته صحیح شو کنه فهمی دې درسته خو ایره هم انتخاب و دیلیت میکنیم پس ما شما این طریقه دیگهش بود که از کیوری بایلر رفته اینجا را دسکریپشن انتخاب کردیم بعد از او گفتیم مساوی به چی باشه بی ام ستاره بی مفهوم که تمام نقاط را در گروپ شامل بساز که را دسکریپشنش چی است؟ بی ام است خب یک چیز دیگرم براتان ببیم یک را دسکریپشن است دیگر فول دسکریپشن است متوجه میشن در بعضی جا در بعضی جا نشانه باشه را دسکریپشن و در پایش فول دسکریپشن را دسکریپشن و فول دسکریپشن چی است تفاوت از اینا براتون میگم را دسکریپشن دسکریپشن یا کد یا معلوماتی است که سرویر در مرحله توپوگرافی برای نقاط میده وقتی که سرویر توپوگرافی میکنه برای نقاط یا کد انتخاب میکنه صحیح نه تو کدی که ما شما امپورت میکنیم اون را به نام چی یاد میکنه را دسکریپشن صحیح شد؟ فول دسکریپشن چی است؟ فول دسکریپشن دسکریپشن است که ما خود ما در سیویل 3D برای نقاط میتیم مثلا ما میگیم که تمام بنچمارک ها فول دسکریپشنش بنچمارک باشه مکمل نباشه میکنیم بنچمارک این یک چیز است که سرویر نداده ما ایرا دادیم برش پس این چی است؟ فول دسکریپشن است ایرا باز ما فسان میخوانیم که از کجا میتیم برش صحیح؟ خب، حالا چی کار میکنیم؟ را دسکریپشن مساوی بیم ستاره پوینت لیست میایم اینجا میبینیم که تمام بنچمارک ها را ما آورد سیس خب، دیگه دینا روز خو انکلود ما با تفصیل کار کردیم سیس اکسکلود هم ما شما یک نظر اشاره کردیم انکلود و اکسکلود آپشن هاش عینی آپشن هست عینی چیزایی که ما شما در انکلود داریم در اکسکلود هم داریم منتها گفتیم برعکس یک دیگه خود کار میکنن انکلود یعنی شامل بساز به طور مثال اگر ما گفتیم with numbers matching بزرگتر از 200 یعنی تمام نقاطی که نمبرش از 200 چی است؟ بزرگتر است اگر ما آفرین اگر در اکسکلود نوشته کردیم که with numbers matching بزرگتر از 200 یعنی تمام نقاطی که 200 بزرگتر است او را نبیار ازش خارج بساز و ازش دلیت کنم میتونیم صحیح شد؟ فهمیدی؟ یعنی از اکسکلود ما چی میکنیم؟ خارج میکنیم نقاطه من خودت که گفتی مثلا دیلیت دیلیت نیست در حقیقت خارج کردن است نه و انکلود یعنی ما داخل میسازیم فهمیده شد پس چند روش داریم اینجا انکلود اکسکلود و کیوری امروز ما شما از چی کار کردیم از کیوری استفاده کردیم صحیح شد نه خب دیگه ما شما پوینت لیست خود چک میکنیم اپلای میگیم و اوکی حالا اوتومات یک گروپ دیگه جور میشه با نام بنچمارک و اینو ببینیم که اوتومات استایل هم گرفته صحیح شد؟ و تمام بنچمارک ها را در این گروپ شامل ساخت فهمیده شد انشالله؟ خب حالا یک روش دیگه را هم کار میکنیم من را رایت کلیک میکنم دیگه سوال نداریم نه؟ این را دیلیت میکنیم خلاصی دیلیت شد از بینه این پس تنظیماتش هم اینجا ستایلاش هم پس از بینر بخاطر که ما گروپ تگرات را که آورده بودیم رو چی کرده؟ از بینر خب رایت کلیک میکنیم اینجا سه با پایند گروپ سر رایت کلیک میکنیم نیو میریم صحیح شد؟ انفارمشن اخو مای فامین سیست این اخو روز اول گفتیم که اینجا نام میتیم برش مثلا باز نمشن میکنم بین سیست دسکریپشن معلومات میتیم پایند ستایل انتخاب میکنیم پایند لیبل ستایل انتخاب میکنیم خب انکلود exclude query builder و point list form میدن سایز point groups چی است point groups به طور مثال اگر ما انتخاب کردیم all points به مفهوم یعنی این گروپی را که ما all جور میکنم تمام نقاط all points در خود جای بده پوش به خبر بانه دست ما نوار کی مثلا تا دوست ما گوره گروپ جور که پنامه ده بین بانده سایده فرض کو دلته زه پوینت گروپ ورته انتخابو مثلا په نامه د بنچمارک دا مې ټول ورته سلیکټ کړ د دې مقصد دا ده چې دغه د بنچمارک ټول کوارډینیټ دې په دغه گروپ کې زداوسه جوړه مبه ده کې شاملې ا گروپ سم جوړ کړی دی په دې گروپ کې شامل آفرین ا گروپ هم څه مخکې جوړ کړی دی مثلا په نامه د بنچمارک
وست دا کوم گروپ جوړو کدل ته ماغه بنچ مارک ټیک مارک کینې دغه بنچ مارک ټول ډیټا دې په دغه وست دا کوم گروپ چې وست جوړو مبا ده کې دراس فهم دې جوزف مثلا ببینن فعلا نه چیز انتخاب نیست نه اگر ما پوینت لیست بروم ایجا این چیز نیست منتها اگر ما ایجا آل پوینتس انتخاب کنم مال اگر ما بروم پوینت لیست تمام نقاط ایجا آمده چرا ما بخاطر ایجا گفتم برش که تمام نقاط آل پوینتس در خود انزرد کنم طول دو بخطر آفرین و تفکیکی نداشته طول دو بخطر طول میره بخطر بیا کچه تا تتری وستل که اما خبر داته اکسکلود تا بازی یعنی دیده خبر ده پوینت گروپس بازی فاق و پوش کنه ار گروپ دې ستل ته ټیک مارک دی هغه گروپ ټول ډیټا په دې گروپ کې راځي هم گروپ کې څه سوال غواړم مارک کوم میتر منځه آفرین امر گروپ کې ما سابق جوړ شدگی داشتم هغه چې انتخاب وکړم تمام ډیټا یازو به یې گروپ انزرت میشه مطلب دلته د څه دی چې یو گروپ وایس جوړم یو مکمل ټول پوینټونه ګورم د سروې ټول پوینټونه نه 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 ګورځه د بیا په کوم ځای سره ساده ز کلوز کوم دا به خې کلوز کوم رایت کلیک کو نیو تزو صحیح ده نیو تزو مثلا نمبر تور کو بی ام صحیح شو کنه دا اوس جوړو ما خیر بیا جوړو ما غو می ډیلیټ ک صحیح ده اوس راځه ما انکلود تا یا کیوری ته کیوری بایلر ته لدوړ را وښو نه کار اخستای سم کنه مثلا انکلود ته راځه ما وذرا ډیسکریپشن میچینګ انتخابو مده تور ته لیکم بی ام ما لګنه د ستاره علامه ورکوم اوس دلته زه راځم ټول بنچ مارکونه دلته ما ته راغله صحیح شو چې شته ما نه خو پوښی کنه وزم دا راسنو کې کومه نو ګوره ته ما یو گروپ جوړ ک په نامه د څه شي بی ام باندې اپ دې کزه ټول بنچ مارکونه لرمه ښه وز بیا زم دلته رائټ کلیک کوم نیو یو بل گروپ جوړوم زه گروپ ته مثلا یو بل نمبر کوم فرضاً ته نمبر کوم بن وس دلته پوینټس گروپ کې راځم او دغه بی ام انتخابوم دا مې انتخاب ک دغه بی ام ټول نقاط به ته راوړم داخله تراغل او نور شیم پکور داخله وایسه صحیح یعنی نور هرڅه کې غواړی نورم پکې راوستای سي او دا کوم گروپ چې دا واستا انتخاب کړي دم ټوله ډیټا پکې راځي صحیح یعنی تاسو اوس پر سر پال پاین کوست یو گروپ جوړ کاغم راغای کوم گروپونه جوړ کړو به یې کې نورم راځي یعنی ګورنج ناسب یعنی برتان تشریح میکنم فرضاً ما سه گروپ داشتیم یک گروپ به نام بنچ مارک یا گروپ دیگه جور کردیم با نام ویل دیگه گروپ جور کردیم مثلا با نام وار ما یک گروپ دیگه جور میکنیم میخوایم که تمام دیتا های بنچمارک ویل و وار دی یک جای بسازیم صحیح است پس چی کار میکنیم یک گروپ دیگه جور میکنیم با نام بن بعد از او باز پوینتس گروپ رفته هم بنچمارک صحیح است هم ویل و هم وار انتخاب میکنیم هر سه از یارا که انتخاب کنیم دیتا هر سه از یارا داخل از این گروپ میشه فقط آل پوینت مهم خلاصه نه آل پوینت سر وار تک مارک کنه میریم بنچ مارک تک مارک میکنیم والا تک مارک میکنیم ولا تک مارک میکنیم بیا هم بیپوکش دیو خوب پوکشو گرم ورگه دا بزود دارم دا بزود دارم بیا بده بیپوکم آکه بیپوش بی نه نه اوگر از ما زیاده کار طول آل وارد خود طول ارس دکی آفرین دغه خپل ګوره دغه گروپ نه ده په نامه دی آل پوینټس دا ټول دې دا گروپ کته گروپ جوړ کې که جوړل کې دا گروپ په سیمه 3D کې شته او دا د تا څو نقاط دي چې په هر گروپ کې کوي دا ټول په دې پورې مربوط کیږي آل دا د دسته لکه پیرنټس وندې لکه والدین وندې مربوط دي ته کیږي اوس دلته و پاري کیږي اوس کته تری گروپ جوړه خو اره فهم دې وظیفه پوینټ گروپس چی هست؟ یعنی هر گروپی را که ما از ایجا انتخاب کنیم تک مارک بزنیم تمام دیتای او گروپ در این گروپی که ما نو جور میکنیم انزرت میشه صحیح است؟ دیگه را دسکریپشن میچنگ است را دسکریپشن میچنگ به این مفهوم است به طور مثال ما ایجا انتخاب میکنم STA ای را تک مارک میزنم صحیح است؟ آله اوتومات تمام نقاطی که را دسکریپشنش البته شروعش به STA شده در یک گروپ شامل میشه بیریم STA چند دانه؟ سه دانه نقطه دارم شروعش به S شروع صحیح شد؟ یا مثلا TR ای را من رایش انتخاب میکنم TR ندارم نه؟ نه آمد یار چی تو انزرد کنی؟ این خودش انزرد میشه سی و تری دی یار خودش کچ میکنه صحیح شد؟ بی بکر شجر اسکی سره بیم نه یوزه او هغه بیا دلته نشته هغه بیا ته جدا انکلود نه یوزه کې دغه طریقې نظر به مو کوډ کې بر سرویار دادا یی خودش کیچ کړی
دیگه include us include form دن نه exclude us exclude هم form دن کیوری بندل را سیرام form دن overrides us overrides وزی فیش چی است overrides بطور مثال ما مثلا نقاط ایجا انتخاب کردیم استیشن شروعش به استیه شده باشه سیس حالا ما شما overrides آمده را description انتخاب میکنیم ایجا و یک چیز دیگه نوشتن میکنیم مثلا ایجا نوشتن میکنیم TRE صحیح شد؟ حالا اگه ما اجا بریم descriptionش به چی تغییر شد؟ به TRE فهمیدیم؟ یعنی خود ما میتونیم که یا در را description یا در point elevation یا در style یا در point level style تغییر بیاریم ایجا چی کنیم؟ overrides کنیم فهمیده شد؟ اگه انتخاب نباشه بازی به محالت استانداردش یا اولیه‌ش است. از خود پوینت لیست تو سوس ادیت نمیشه. از کجا؟ از این خود پوینت لیست گرفته شاید بلی. از اینجا نه. پس پوپوش ویدم اپو خبر. مثلا صرف ابلویژن بتلیو. آفرین. مثلا یا اون نفر نمبر کرد بی ام 1 بی ام 2 بی ام 3 سیدا زو غواړم چې مکمل نوم یې ولیکم بنچ مارک. بنچ مارک. نو دلته اوورلایټ تر ازمه اگر انتخاب اومد تو تلی که ما بنچ مارک نو دا ما کومې نقطې زلته په پوینت لیست کې ما راوستلی دی را ډیسکریپشن خپل د ټولو بنچ مارک کوي فهم دي خو نگا سماریا سماریا می چیزا را که ما شما دیجا کار میکنیم دی تقریبا در هر دالاک باکس می باشه ای تمامش دیجا ما است مثلا در قسمت انفورمیشن ما چی داشتیم نیم این نامش ایجا ما است از ایجا میتونم تغییرش بتون مثلا بنچ حالا اگر من اینجا بنچ انتخاب کنم مثلا اینجا انفارمیشن بیارم اینجا متومات بنچ میشه تاییس یعنی از اینجا هم میتونم که تمام چیزهایی که ما شما دیجا داشتیم دیجا هم داشته باشیم و از اینجا هم به طور مثال تغییر بیتیم تاییس اینه overrides اینجا هم داشتیم تاییس از اینجا هم میتونم تغییر بیتیم overrides خب دیگه یه چیزهایی بودیم جسته با که ما شما در point group properties داشتیم اگر سوال داریم سوال خو ایرا کلوز میکنیم بنچ مارک رایت کلیک ایرا هم دیلیت میکنیم حالا براتون یک روش دیگه را براتون میگم اینجا سبب یک روش دیگه هم است که ما شما میتونیم نقاط انتخاب کنیم به طور مثال برش بگیم که تمام بنچ مارک ها را یک استایل دیگه بده سیس به جز از اینکه ما پوینت گروپ جور کنیم یعنی هیچ پوینت گروپ جور نمیکنیم برش میگیم که نقاطی که شروعش به بنچ مارک شده او را یک استایل دیگه بده دوا په خبره پوه شوي اوس خو موږ تاسو مجبور اوسې یو پوینت ګروپ هم جوړاوه ورته یې لبام چې په دغه پوینت ګروپ کې دغه نقطې شامل دي او دته زه یو نوی سټایل ورکوم اوس دته یو بله طریقه موږ وایو چې بیل ګروپ جوړونه هم ته دا کار کوي صحیح از کجا یې کار باید انجام بیتیم از سیټنګز سیټنګز رفته پوینت کلاپس میکنیم از اینجا ما شما یک آپشن داریم به نام دسکریپشن کی سیتس میبینین ایره رایت کلیک میکنیم و از اینجا میگیم نیو و مثلا نامش هم میمانیم نیو دسکریپشن سیت صحیح سیج تغییر نمیتیم نیو دسکریپشن سیت یا که بیانی رو تغییر بتیم بنچمارک بیان اوکی بعد از اینکه اوکی گفتیم حالا ما شما ایره رایت کلیک و چی کار میکنیم؟ ادیت کیز میگیم یک صفحه باز میشه صحیح دی صفحه در قسمت کود کلیک میکنیم ما شما و اینجا نفشه میکنیم BM ستاره خب صحیح شد؟ صحیح شد اینجا نفشه میکنیم که BM و علامه ستاره صحیح است؟ صحیح است و اینجا آمده ستایلش انتخاب میکنیم اینجا تک مارک میکنیم بعد از اینجا دبل کلیک میکنیم و پوینت ستایل انتخاب میکنیم بنچ مارک صحیح است؟ اوکی دیگه پوینت لیبل سٹایل چی انتخاب میکنیم بنچ مارک ایرو ما شما قبلا دین رو جور کردیم نه یاد زان است خب دیگه چی کار میکنیم فرماتش هم میمانیم به می شکل لیرایش لیرش هم انتخاب میکنیم مثلا لیر صفری خب دیگه چیزایش تغییر نمیاریم صحیح شد و ایرو چی میکنیم کلوز میکنیم وقتی که کلوز گفتیم پاس پروسپکتور آمده آل پوینتس گروپ آل پوینتس رایت کلیک میکنیم و از اینجا میگیم که اپلای دسکریپشن کیز صحیح شد؟ حالا اینجا ببینین اوتومات خودش بنچ مارک ها را یک استایل دیگه داده بدون از اینکه ما چی داشته باشیم
گروپ داشته باشه. یه روش خوبه. این روش ساده ایش هست. بسیار خوب روش هست. صحیح است؟ بسیار پلور ویل و آقا یکی دیتون تغییر. آفرین. او را باز چرا کم مثلا وال هم یک ستایل دیگه هم میتیم. صحیح است یا پایپ هم. چه کار میکنیم ما؟ نه پایپ داشته. اینه سیتنگز رفته؟ یا ای که ما شما یک دسکریپشن کی جدا جور میکنیم یا دمی دسکریپشن کی؟ مثلا دمی دسکریپشن کی بنچمارک رایت کلیک میکنیم ادیت کیز میگیم و ایج آمده رایت کلیک صحیح شد و ایج چی میگیم نیو اینه اور ایج پایین کلیک میکنیم و نوشه میکنیم پایپ صحیح؟ اه پایپ ستایلش کلیک میکنیم ستایلش انتخاب میکنیم مثلا حالا ما شما برای پایپ ستایل نداریم دیگه چی انتخاب کنیم من تاسو خو ستایل نه جوړ کړی کنه د پایپ لپاره خیر یو دنه به انتخاب کو مثلا همدغه د بنچمارک ستایل ورته انتخاب کو استی به انتخاب کو صحیح شو کنه اوکی خو پوینت لیبل ستایل به طور مثال نارتنگ نیستنگ انتخاب میکنیم صحیح لیرش ها ایران مثلا لیر صفری انتخاب میکنیم دیگه تقرات نمیریم کلوز میکنیم حالا چی کار میکنیم پروسپیکتور رفته رایت کلیک و میگیم که اپلای دسکریپشن کی فیس ایجا اپلای شد مثلا دیگه این ایجا اپلای شد ایجا اپلای شد فیس یعنی خود نقاط پایپ را خبلا ما او پایپ دی پایپ نقطه خبلا پیدا کرده و اگه ستایل بی عملی که خبلا وسو ګره هم زمان بنچمارک ته موږ یو شی یو ستایل ورک افرین دته بل ستایل ورک او بل دنه سم موږ ګروپ جوړ دا اوس بنچمارک باندې کې شته هو کنه دا 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 خو بنچمارک او پایپونه چې په تلل دا دا اوس پایپ ګره ها هغه نو به تور کړ په خپل معلومات مې سره د ډیسکریپشن افرین ډیسکریپشن دا ورته ورکوم سیټینګز تر ازم د باندې رائټ کلیک ایډیټ کی ورته وایم دغه لیبل تغییر ومن ارتنګ استنګ بجای دلته ورته وایم مثلا پاین نمبر الیویشن او ډیسکریپشن صحیح ده او دلته بیرته زم پروسپیکټر ته د باندې رائټ کلیک اپلای ډیسکریپشن کیه اوه صحیح شو کنه؟ ای بسیار روش خوبه یعنی شما ضرورت به این ندارین که چتی چتی متناک ناک گروپ جور کنین برای بنچمارک جدا برای پایپ جدا برای ویل جدا باز برای جدا جدا ستایل بتی انکلود کو اکسکلود کو صحیح است از کیوری برای بهترین روش هست یک شش مثلا کود داره هر شش شده یک لیست میاد آفرین همزمان برای کلش بدون از اینکه ما گروپ پاینت گروپ جور کنیم فهمیده شد انشالله خوین درسه با این مسائل بود مربوط به پاینت گروپس دیگه ما شما میریم منیو پوینتس بخونیم خب دیگه روز خیر دیگه روز باز ما شما منیو پوینتس میخونیم صحیح است مثلا امپورت خواندم اکسپورت میخونیم ترانسفر پوینت میخونیم لیست پوینت میخونیم ادیت پوینتس میخونیم چی است اد تیبل یوتیلیتیز اجازه را دیگه روز باز بخیر ما شما میخونیم صحیح است سوال خو ندارین؟ سوال. امروز باز براتان خلاص میگم درس ما در حقیقت امروز چی بود؟ چی کار کرده ما شما خود امی پوینت گروپ پراپرتی را خود پوینت گروپ پراپرتی را مکمل تشریح کرده ما انفورمیشن چی هست؟ پوینت گروپ چی هست؟ را دسکریپشن میچنگ چی هست؟ انکلود، اکسکلود، کیوری بایلر، اوورایدز، پوینت لیست، سامری و روش های مختلف برای اضافه کردن پوینت ها را در یک گروپ کار کردیم ما یاد گرفتیم زیست دیگه چی کار کردیم ما شما؟ دیگه در باره دسکریپشن کی سیتس ما شما معلومات حاصل کردیم و گفتیم که دسکریپشن کی سیتس یک راه ساده برای عزیز که ما تغییرات در نقاط بیاریم با جز یا بدون از اینکه پوینت گروپ جور کنیم فهمیده شد انشاءالله؟